سلام علیکم تماشاگران محترم نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار را از تلویزیون تاجیکستان مستقیما منظورتون میگردانیم در استودیو ایشه ستار این لحظه ها در بینای حکومت جمهوری تاجیکستان تحت ریاست اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت مملکت محترم امامعلی رحمان مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان ادامه دارد در کار مجلس رهبریت و اعضای حکومت کشور دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و واحدهای ساختاری آن رهبران مقامات مرکزی دولتی اداره های نزد پرزیدنت و حکومت کارخانه مؤسسه های جمهوریوی رئیسان ولایت ها و شهر و ناحیه ها برانی مؤسسه های تسلیت اولی، مرکز های تطبیق لایحه های دولتی سرمایه گذاری، بانک های دولتی و سهامی، روزنامه مجله های رسمی و دیگر شخصان مسئول اشتراک دارند. در مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان نشان دهنده های رشد اقتصادی و اجتماعی کشور در سال 2021 نتیجه گیری و وظیفه های اساسی برای سال 2022 معین کرده می شوند. در این خصوص در نشر های منبعی برنامه اطلاعاتی اخبار به طور مفصل به شما اطلاع خواهیم داد. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید شده است که حالا قریب 68% کارمندان ساحه تندرستی، بیش از 73% کارمندان ساحه معارف، 27% کارمندان ساحه علم و زیاده است 23% آنهایی که در ساحه کشاورزی فعالیت دارند زنان و دختران میباشند. امروز در تاجیکستان ساحه نیست که بانوان در آن فعالیت پرثمر نداشته باشند. همه این دستاوردها محض با شرافت استقلالیت دولتی و دستگیری و توجه رهبریت اولی مملکت نسبت به آنها می باشد. گزارش در این خصوص. نقش زنان و دختران در امور جامعه دموکراتی و دنیاوی خیلی بزرگ می باشد. طبق معلومات آماری زنان 49.3% اهالی مملکت را تشکیل می دهند. زنان و دختران در برابر فعالیت در ساحه های اجتماعی از جمله علم و معارف، خدمت دولتی، کشاورزی و صنعت، اینچنین در ساحه های نقلیات، انرژتیکا، علاقه، ساختمان و معماری، بانکداری، مقامات حفظ حقوق و ترتیبات و در صف قواهای مسلح کشور نیز صافدلانه و صادقانه احمد کشیده استودند. محض به همین خاطر بلند برداشتن مقام اجتماعی زنان از جمله در مقامات رهبری کننده همیشه در مد نظر حکومت مملکت قرار دارد. در هر یک پیام توجه رهبری دولت نسبت به بانوان، نسبت مادر، زن نهایت بلند می باشد. یک توجه نهایت به خودخواست دارند، بلند دارند نسبت زن مادر. و در آن همین پیام نوبتی هم همین آمده بود که در حقیقت آن همین نقش مادر، نقش زن، نقش بانوان، خصوصا نقش زن ها همچون رهبر توجه خاص خود را داشت. نقش زن ها را در مقام رهبری کننده اون کس قید کرده گذاشتن که زن ها پرمسئولیت می باشند. زن پیش از همه زن هست، مادر هست. یک دلی بزرگ دارد، یک دلی نازک دارد، یک دلی رحمگینی دارد و در همه جاده ای که نباشد اگر زن رهبر باشد او مسئولیت بلند رو حس میکند و ما نیز جوابن به انا همین زحمت های و تلاش های اون کس ده چند میخواهیم محنت کنیم. در پیام پرزیدنت مملکت به مجلس عالی تاکید گردید که با مقصد عملی نمودن هدفهای استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 جهت تا 30% رسانیدن خدمتچیان دولتی و تا 25% رسانیدن کادرهای رهبری کننده از حساب زنان و بانوان لیاقتمند در مهلت 3 ماه برنامه دولتی تربیه انتخاب و جابجاگذاری کادرهای رهبری کننده از حساب زنان و بانوان با لیاقت برای سالهای 2023-2030 تهیه و حکومت مملکت پیشنهاد کرده شود. تا 30 سال استقلال دولتی زنان و بانوان تاجیک در همه ساحه‌ها برابر مردان خدمت کرده ایستادند. همه این توجه و غمخوری نسبت به زنان محض در زمان صاحب استقلالی با دستگیری و غمخوری بی‌واسطه رهبریت دولت و حکومت مملکت به دست آمده است. عایشه ستار، خول محمدی دولت، اخبار. برنامه اخبار رو ادامه می دهیم. حفظ محیط زیست و استفاده عاقلانه و ثمرانه ثروت های طبیعت امروز از مسئله های گلوبالی به شمار می رود. تنها با بلند برداشتن معرفت اکولوژی مردم امکان است که تاثیر انسان به طبیعت کم کرده شده مسئولیت در بهداشت محیط زیست افزایش داده شود. در دایره اقدام ها در این سمت امروز در شهر دوشنبه قوطی های مخصوص برای مواد الکترونی کارنوشایم گذاشته شد. گزارش نوبتی در این خصوص.
حفظ محیط زیست و اکولوژی در جهان معاصر از مهمترین مسائل حل‌طلب به حساب رفته، جامعه جهان در این سمت تدبیرهای ضروری را عملی می‌نماید. جمهوری تاجیکستان نیز چون اعضای کامل حقوق جامعه جهانی در این سمت اقدام‌های مشخصی را پیش گرفته، مورد تطبیق قرار می‌دهد. در همین زمینه با تشخیص کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد از بین بردن پرتوهای الکترونی از جمله باتری‌ها در مکان‌های جمعیتی و مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی شهر دوشنبه، قوطی‌های مخصوص گذاشته شده است که مین‌بر ساکنان می‌توانند باتری‌های استفاده شده در هر جا نپرتافته، بلکه در این قوطی‌ها جمع‌آوری نمایند و مین بعد آنها برای کارکرد نهایی به انبارهای مخصوص انتقال داده می‌شوند. عکسی مذکور در سه مرکزهای کلونی سودای شهر دوشنبه گذارنده شد. همزمان در نزد کمیته حفظ محیط زیست دو تا همین قوطی‌ها برای جمع‌آوری باتری‌های از استفاده شده گذاشته شده است و این اقدام آن را طلب می‌کند که شهروندان باتری‌های از استفاده برآمده شده را در به محیط زیست یا اینکه به کوچه و دیگر جا نپرتویند، جمع‌آوری کرده در همین جای‌ها جمع کنند و هنگام پیدا شدن تکنولوژی استفاده این باتری‌ها آن پر را به ضرر گردانده می‌شود. تدبیر مذکور در همکاری با تشکیلات جمعیتی پیش صف تطبیق کرده می شود. در دایره برگزاری یک اقدام، چند قطعی مخصوص در نزد بنای کمیته حفظ محیط زیست و چند مرکزی کلونی سودای شهر دوشنبه گذاشته شده، همچنین برای آگاهی اهالی کارهای فهماندهی گذارانده شد. مورد ذکر است که باتری های استفاده شده که به اهمیتونه در هر جا پرتافته می شوند، به محیط زیست ضرر کلان می رسونند. در حالت کارکرد نشدن آنها با پرتوهای معیشی یکجا شده در خاک تجزیه می شوند که این عامل باعث زهرالودشوی خاک می گردد و امکانیت حاصل خیزی خاک را به مراتب کاهش می دهد. علاوه به این، ماده های ضرر آور داخل این باتری ها با آب همراه شده، در نتیجه استفاده این آب انسان به هر گونه بیماری ها گرفتار می شود. در داخل پرتوهای الکترونی از جمله باتری ها و دیگر نمودهای آن، ماده های شیمیایی تاثیر خطرناکی بلند به محیط زیست موجود می باشند که به محیط زیست ضرر می رسانند. مثلا هنگامی پرتافتن یک عدد باتری که با زمین، هنگامی ویران شوی آن می تواند تا 20 متر مربع را افلاس کرده، ماده افلاس کننده با آبهای زیر زمین تاثیر می رساند. با نظر داشت این مسئولین چنین اقدام را عملی نموده در حفظ محیط زیست و سبز و خرمگردانی محل استقامتی سهم می گذارند. طبق نقشه اقدام مذکور ادامه داده شده، مین بعد در مؤسسات تحصیلات میانه عمومی و دانشگاه و دانشکده ها نیز چنین قطعه ها گذاشته می شوند تا فضای اکولوژی مملکت به مراتب بهتر کرده شود. بنیاد باغ و گذراندن کشت گوناگون امکان داد که استحصال محصولات غذایی و ذخیره آن در ناحیه لخش در سطح ضروری براه مانده شود. این زمان کارهای یخابمانی و جمع کردن برف در اطراف درختان انجام داده می شود که این اقدام به فراوان حاصله مساعدت می کند. نوروز شاه عزیزالله از ناحیه لخش گزارش می دهد. سیب، مرود و کارتوشکا از جمله مواد غذایی اساسی می باشد که کشاورزان ناحیه لخش در فصل زمستان و بهار تدریجان پیشنهادی ساکنان مملکت می گردانند. این زمان در مجموع ذخیره میوه تقریبا 1800 تن، کارتوشکا برای استعمال 57400 تن و ذخیره کارتوشکا برای تخمی باشد 11600 تن را تشکیل می دهد. همزمان ساکنان ناحیه در شرایط خانه نمودهای گوناگون مواد غذایی استحصال خودشان را ذخیره نمودند. این نتیجه محنت کشاورزان ناحیه لخش در سال 2021 می باشد. این سال کشاورزان این ناحیه در همه شکل‌های خوجگیداری 7009 تن کارتوشکا جمع‌آوری نمودند و 6845 تن میوه. بود هوای سال 2021 برای ساحه نهال پروری، نشنمای نهال و حاصل بهترین بود هوا بود. دهخانه‌های ما هم از فرصت استفاده برده، همه قاعده های اگروتکنیکی پرورش نهال را به انجام رساندن، حاصل خوب گرفتن و حالا هم ذخیره در خانه ها بسیار های صادرات شده شده است. هر روز در هر یک قشلاق تا 20 تن 30 تن سیب، نشپورتی و دیگر نمودی خب میوگی صادرات شده شده است. امروز با استفاده از امکانات مساعد طبیعی هدف گذاشته شده است که توسط انجام دادن چاره‌های اگروتکنیکی در این شب و روز پیش بینی شده برای گرفتن حاصل بلند و با صفت میوه در سال 2022 زمینه گذاشته شود. زیرا تجربه نشان داده است که طبق معیار مقرر شده انجام دادن چنین عمل میتواند گلکنی بر محل درختان را پیشگیری، حشرات ضررسان را نیست و از حساب نمی ذخیره شده در فصل تابستان و تیرما نشونمای خوبی نهالان تامین گردد. میدان عمومی باغا در ناحیه 1740 هکتار موجود می باشد.
از این باغبانای نوحیا تصمیم گرفتن که منا در از حاضر یخوب مونی را و با در وخی سیف ها جمع نمودنی برف را با اون مشغول هستن برای حاصل خوب گرفتن. سالهای اخیر توسط بنیاد و برقرار کنی باغ در تل و تپه های بنامی تامین برای گرفتن حاصل بلند و با صفت میوه زمین گذاشته شد. اقلیم نوحیه لخش که برای رونق دادن صحای باغداری مساعد می باشد، مقصد اهل مهنت به آن روانه گردیده است که پرورش درختان میوه دهنده را در اساس تجربه معاصر براه مانند. من احواز سر کردگیم، یا خوب موندیم، بعد این من با ذخیره برف برای سال 2023 تیوری دیده سودیم. بنیاد نمودن فرم پرورش چاربو در جماعت دهاتی سرطلا از طرف رهبری خوجگی دهقانی محمد 2018 علیشر عظیموف برای استفاده مفید امکانیت های طبیعی جهت استحصال گوشت مساعدت نمود. این آغاز تجربه فعالیت است و هدف گذاشته شده است که توسط بنیاد انشاءات صحوی امکانیت ها برای پرورش چاربوی گوشتی هرچی بیشتر استفاده کرده شود. زیاد کردن سرشماری چاروا، بنیاد باغ، گذراندن کشتی کارتوشکا و دیگر نمودی زراعت دوام سالهای اخیر برای استفاده هرچی بیشتر امکانات طبیعی جهت استحصال مواد غذایی در نوحیه لخش مساعدت نمود. نوروزشاه عزیزالله، معروف عبدالله، بهردین اسماعیلدین، نوحیه لخش، اخبار. با مقصد زیاد نمودن مساحت گرمخانه و سردخانه ها، کشاورزان ناحیه مرغاب تعداد گرمخانه های دائم و عمل کننده را در ناحیه زیاد می نمایند. عین حال در ناحیه 24 گرمخانه فعالیت داشته، بنیاد یک چند گرمخانه دیگر ادامه دارد. شرح بیشتری موضوع در گزارش همکاران ما. مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان با مقصد در عمل تطبیق نمودن دستور و هدایت های رهبریت عالی مملکت جهت زیاد نمودن تعداد گرمخانه های دائم و عمل کننده در ناحیه از تمام امکانیت های استفاده نموده، حالا در ناحیه 24 عدد گرمخانه فعالیت دارند. در خود جماعت دهات بشکنبز ناحیه عین زمان کارهای ساختمانی در گرمخانه ادامه دارد که از جانب صاحب کار در همدستی با شریکان رشد براه گذاشته شده است. از روی اطلاع مسئولین در ناحیه در گرمخانه های دائم و عمل کننده دهقانان اساسا سبزوات بر وقتی به مانند پمیدار و بادرنگ، پیاز و کبودی، قلفینای را کشت می نمایند. حتی در گرمخانه ها کشت تکراری گذرانیده شده سبزواتی که شده به خوبی نشونما می یابد. جهت در تمام فصل های سال تامین نمودن بازار استعمالی با سبزوات بر وقتی طبق نقشه بنیاد این گرمخانه نو آغاز گردید. یک سال ده یک بار پمیدار و بادرنگ می کنم. گرمخانه گرفتیم 250 کیلو بادرنگ 100 کیلو پامیدور گرفته بودیم اون سال. همین سال ان شاء الله همه کالونتر ساختیم. همین سال ان شاء الله باید بسیارتر میفرستیم پامیدور بادرنگ بسیارتر میگیره. باید گفت که مبلغ خرج نامه‌ای بنیاد گرمخانه نو در ناحیه مرغاب 24000 سومانی را تشکیل داده به بهتر نمودن تامینات بازار استعمالی با محصولات خوش صفت کشاورزی و افزون نمودن حجم صادرات محصولات آذوقواری مساعدت خوب خواهد نمود. خوجگی دهقانی میری پاک در جماعت دهات دهنه شهر کلاب یگانه خوجگی زادپروری در منطقه می باشد که به پرورش چاروای کلونی خوشزاد مشغول است. خوجگیداران چاروای کلونی زاد سیاه الو را از فدراسیه روسیه وارد نمودند که شماره آنها به 150 سر رسانیده شده است. عین حال در این خوجگی سه زاد چاروا پرورش کرده می شود. گزارش رحمت علی نصری. در خوجگی های شهر و دهات کلاب از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی و خوجگیداران به ساحه چارواداری بخصوص چاروای کلان شاخدار اعتبار جدی ظاهر کرده می شود. در پرتوی دستور سپرشای سروری دولت خوجگیداران پرورش چاروای کلان خوشزاد را براه ماندند که نتیجه خوب به بار آورده ایستاده است. یکی از چنین خوجگی ها این خوجگی دهقانی میری پاک واقع در حدود جماعت دهات دهنه می باشد که به نگاهبین چاروای کلان خوشزاد سیاه الو مشغولند. خوجگیداران چکل سرچاروی کلان شاخدار سیاغالو را از فدراسیه روسیه آوردن و این شماره را به 150 سر رسانیدند. عین حال در اینجا سه نمود زاد چاروی خوشزاد پرورش کرده می شود. در این فرمه ما سه نمود چاروی پرورش کرده می شود. تراده سیاغالوی روسیه و سمیتر روسیه و انگوس ابردین. ناوهای هم گوشتی و هم شیری پرورش کرده می شود. گوسالا هم به طور سنعی هم به طور مقاقد بردوگ میکنیم. گوسالاشان سوخت سلمت تاول می شود سولیمان.
برای پرورش چروا فرمای حضیر زمان بنیاد گردیده است که از سه قسم عبارت است: انشاءات تابستانه برای نگاه و بینی چروا، بینای زمستانه و برای گشت و گذار و خوراک چروا. برای به مشکلی گذراندن فصل زمستان همه شرایط ها مهیا بوده، خوراک چروا فراهم آورده شده است. انبارها برای نگهداری خوراک نیز بسنده اند. برای گذراندن زمستان امسال 17000 پرس نشخه داریم، 12000 پرس گندمی داریم، 5 تن کنجله داریم، 10 تن جو داریم، 10 تن گندم داریم. تو موسم آینده همه چی بافر رسنده است. سناج داریم با اینا قریب 80 تن شدگی های تیار شدگی اینا با سر میکنیم که برای دادن خورو. در برابر پیشروی ها در خوجگی کمی بیش مشکلی ها نیز وجود دارند. خوجگی دارای 32 هکتار زمین های کرم است که برای تامین خوراک چروا بسنده نیست. در صورت پیدا شدن زمین و دستگیری یافتن سرشمار چروا زیاد کرده شده، محصولات شیری و گوشتی افزایش می یابد. ابراز می دارند چروا داران. چروای ما چهار فصل سال دامی فرما نگاهی کرده می شود، از سبب که با بیرون با چروا نمی برد. چهار فصل داد خوراک رو دامی جاگ جویه. ما مسئله زمین مون کام در کام تره کهید تنکسی داریم از مسئله زمین. همگی 32 هکتار زمین داریم. مثلا یونوشکا کوریم لبلبو دن می رسد. لبلبو کوریم جگوری دن می رسد. همی همه مورا با خرد میکنم کام کام کردیسیم. ما همه خود ما استثال میکنیم هم خریداری میکنیم. همین. چروایی که در این فرما پرورش کرده می شوند از گاوهای محلی 70% برتری دارند، ابراز می دارند متخصصان، و هم از جهت گوشت و هم از جهت شیر. از هر سرگاه جوشایی تا 20 لیتر شیر گرفته می شود. خواجگیداران در برابر زیاد نمودن سرشماری چروا مقصد دارند که سیخوی کرکرد شیر و استحصال محصولات شیری را براه مانند و ساکنان شهر و دیهات کلوب را با محصولات خوشصفت وطنی تامین نمایند. برای این انشاءات ساخته شده است و خواجگیداران برای استحصال گوشت و شیر امکانات های فراخ دارند. پرورش چروای خوش‌ذات منفعت آورتر است از چروای محلی و در آینده برای تامین اهالی با گوشت و شیر و محصولات های شیری مساعدت می نماید. دیگر خواجگی ها نیز مقصد دارند که پرورش چنین گاوهای خوش‌ذات را براه مانند. رحمت علی نظری از شهر کلوب برای برنامه اخبار. بیندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار به انجام رسید. خیر، سلامت و سربلند باشید.